بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید و آرزو دارم در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر سلامت و سرحال باشید. بدیهی است که این امید و آرزو تنها شامل آن دسته از هموطنانی نمیشود که همزیستی با کژدم غربت را به همنشینی با برادران ترجیح داده و در چهار گوشه جهان آواره شدند، بلکه شامل آن دسته وسیع از هموطنان نیز می شود که در وطن خیش غریبند. باری شما بزرگواران، امروز دوشنبه برابر با 28 نوامبر منور سنه 2016 ترساهی و برابر با 8 از کنم که آذر 1395 95 خودمانی و 1437 آخوندی به 62 برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به اهتمام سعید بهبهانی توجه می‌فرمایید. این برنامه در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی از منظر فدوی است البته، و محتوای آن نیز برگرفته از طنز نوشته‌های هفتگی حمیدرضا رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات فدوی هم اندکی معروفند. و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان کاتب و منشی و مجری این برنامه در رکاب شما گرامیان شمشیر میزنه. و البته گفتن هم ندارد که تلخی طعم تلخ در این برنامه ناشی از شود که فجایع اتفاقی در وطن سابق است. بسیار خوب، عزیزانی که با این مختصر آشنا هستند میدانند که طعم تلخ طنز معمولا با دو نمونه از آثار حمیدرضا رحیمی در عرصه های دیگر که عمدتا شعر مدرن و خط فارسی هست آغاز میشه و به بخش های دیگری مثل پیش درآمد یا آزمون یا بخش بازرگانی و مطالبی که فدوی به جهت برنامه فراهم و ارسال کرده است ادامه پیدا میکنند. بر این پایه اجازه فرمید که شعر نخست رو قسمت نخست برنامه رو خدمت شما تقدیم بکنم. شعری است به اسم بار از کتاب امتداد تنهایی. این کتاب البته نیست دیگه، من نشون بدم چون نمونش نیست در انتشارات. این عرض کنم که امتداد تنهایی الان دیگه نیست در بازار اینها و بعدها با اضافاتی و افسوده هایی به نام یک تک از زمان که الان چاپ دومش در دسترس هست منتشر شد که تصویر در این حال شماره یک ما هم هست. و عرض کنم که بنابراین بعد این شعر بار رو به موجب این کتاب امتداد تنهایی که بعدها شده است یک تک از زمان صفحه 375 خدمت شما تقدیم میکنم. بله، بار. یادت را لحظه ای بر زمین می گذارم تا در حضور نسیم نفسی تازه کنم. یادت را لحظه ای بر زمین می گذارم تا در حضور نسیم نفسی تازه کنم. نمی دانی که این روزها چگونه می گذرند، نمی دانی که باد این روزها چه لحنی دارد، نمی دانی که درخت این روزها چگونه سایش را از من دریغ می کند و پرندگان این روزها نمی دانی چقدر ساکتند. با این همه خوشم که بی غم تو شادمان نیستم، خوشم که بار غمت پشتم را شکسته است. بله، شعر بار از کتاب امتداد تنهایی که الان اسمش هست یک تکه از زمان. دوستان اگر اطلاعات بیشتری رو نیاز داشتن تشویق به سایت نویسنده که روی تلویزیون مرازی می‌فرمایید آدرسش رو، و در اونجا بخش‌های گوناگونی دارد از جمله بخش انتشارات هست. اگر عرض کنم که خدای نخواسته حواس مطالعه فرمودن اونجا سری بزنم، و از اون بهتر اگر زمانم لال خواستن که تهیه بکنن در اونجا هست. عرض کنم که بول عوام آپشنی دارن برای این کار و حتی
توسعه سایر دوستان آپشن دونیشن هم برای کمک به اون پایگاه ارز کنم که اضافه شده است. خب این هم از این قسمت شعر زفن بروید به بقول عوام دپارتمان ارز کنم که خط فارسی که بقول عوام پرژن کالیگرافی ارز کنم. این تابلو شماره 2 هست و یه شعر بسیار زیباست که منصوب هست به یک شاعر افغان و در این تابلو سه نوع در واقع قلم به کار رفته در عکس شماره 2 که قلم نستعلیق هست درشت ملاحظه می فرمایید و سمت راست نستعلیق شکسته است یا شکسته نستعلیق در قسمت راست و در قسمت چپ این قلم قلم کتابت هست یکی از قلم های ریزه عرض کنم که خوش نویسی است که بنده تردید دارم که بتوانید این قسمت های ریز را بخوانید. این است که بنده خدمت شما این ابیاتی رو عرض کنم که تقدیم میکنم از همین اثر که عرض کنم کار یک شاعر همزمان و همسرنوشت افغان است که فرمود یار عیسوی مذهب میل مذهب ما کن. اتفاقا یک ایهامی دارد به روزگار فعلی این جنگ های حیدری نعمتی و شیعه و سنی از این ماجراهای عجیب و غریب. یار عیسوی مذهب میل مذهب ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. همراه هم به مسجد آ مؤمن و مسلمان شو، یا مرا ببر با خود ساکن کلیسا کن. کاسه سرم کشتی هر دو دیدم طوفان، نا خدا بیا بنشین سیر موج دریا کن. از زبور و از تورات از قرآن و از انجیل، دلبرا بیا بگذر صفحه دلم وا کن. بحبت. از زبور و از تورات از قرآن و از انجیل، دلبرا بیا بگذر صفحه دلم وا کن. بله بنده تصور میکنم که در نسخه دیگری من سیل عرض کنم که موج دریا کن رو هم دیدم، در نسخه دیگری سیره. به گمانم سیل درستتر باشد برای اینکه در گویش غرب ایران هم هنوز سیل خوردا منظورم هست که سیل کردن معنای تماشا کردن هست. برای تصور میکنم که سیل درستتر باشد به اصل اثر. بسیار این رو هم ملاحظه فرمودید و برویم در معیت بینندگان محترم ضد انقلاب به بخش بعدی برنامه که بخش بس کنم که بخش بازرگانی هست و اگر خواستید انگیزه را دریابید که فردبی چرا میخواهد در این قسمت بیزنسمن بشود، این کتاب تذکرت الاشقیا اون رو هم در قسمت انتشارات حضرت کام میتونید ملاحظه بفرمایید یا تهیه بفرمایید. در اونجا هم عرض کنم که در آغاز کتاب توضیح مفصل داده است که فدوی با مدیریت جدید، فدوی under new management و خلاصه برای اینکه سر و سامانی به وضع پریشان مالی بدهد رفته از سراغ بیزینس. منتها خب چون تجربه کافی ندارد در این قسمت گاهی وقتا هم خب خرابکاری میکند و چیزی آیدش نمیشد. به هر روی عرض کنم که این ماجرا این شکل آغاز شده است. حالا اجازه بفرمایید که من قبل از اینکه این بخش رو آغاز بکنم سپاسی داشته باشم از آقای محسن کامرانی فرد، بیننده محترم و گرامی، به خاطر نامه بسیار مهرآمیزی که به انگیزه پشتیبانی از تلویزیون و از این برنامه مرحمت کردن و خواستن که خطاب به دوستان خوانده شود. میخوام عرض بکنم که فدوی خلاصه فقط اینجا قاصد است. بله برایشون خواستن که این نامه اینجا بخوانیم و ما هم اوامرشون رو اطاعت میکنیم و میخوانیم، گرچه میدانیم که به قول استاد سخن درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. مشکل اینجاست که استاد سخن قرنها پیش فرمود.
خب این نامه کوتاه آقای محسن کامرانیفر رو برای شما بخوانم که به ادامه برنامه برویم. مرحوم فرموده است که با درود به تک تک فرهیختگانی که برنامه طعم تلخ طنز را دنبال می کنند، تقاضا دارم که مهرشان را با حمایت از این برنامه های عالی نشان بدهند. دوستان، خطاب به دوستان گفتند که دوستان تعطیلات نزدیک است، با پشتیبانی خود از برنامه، در پرانتز مرحوم داشتن سپانسر، عرض کنم سپانسر شدن، یک کپی از آثار خوشنویسی ایشان را من با هزینه خود تقبل می کنم. روی دیوار اتاق کار من مزین شده به یکی از آثار ایشان که فوق العاده زیباست، تا نبینید باور نمی کنید. عرض کنم که اینا ممکن است شایعه ضد انقلاب باشد. آقای کامرانیفر، برای بینندگان محترم، ضد انقلاب این انشای این بزرگوار است و هیچ دخالتی، آقای بهبانی هیچ دخالتی در این انشا نداریم. اگر ایشون گفتند که با حمایت از این برنامه های عالی، از کنم که نظر ایشان است و به هر حال بنده و سعید بهبانی در این، عرض کنم که نامی مهرامیز، دخالتی نداشتیم. بعد امضا فرمودند با احترام محسن کامرانی فر. برای آقای کامرانی گرامی، مراتب التفات شما توسط بنده به فدوی به قول امام فوروارد شد. به شما درود ویژه به طریقه کرایه در مقصد. این کارش به فدوی به کجا رسیده؟ درود ویژه به طریقه کرایه در مقصد فرستاده و افزودند که فدوی به داشتن بینندگانی مانند شما مباهی است و بر این باور است که شما و بزرگوارانی چون شما بسیار بیش از یک بیننده هستید و برای شما آرزوی بهروزی و پیروزی کردن. بعدم به عنوان مجری برنامه از شما تشکر میکنم. بله، در بخش عرض کنم که بازرگانی هستیم. بخش بازرگانی طعم تلخ طنز آگهی و تبلیغ و این حرف هم دارد و شما اگر خواستید میتوانید که آگهی بدهید. بله، در سردر بیزنس فدوی در این قسمت نوشته که مفلس ار جنس خود ارزان نفروشد چه کند، کمبه ها کرد توی دستی دوران ما را. این بیتی از کریم کاشانی بزرگوار، از بزرگان سبک هندی. بسیار خب، یکی دو محصولی که فراهم شده است در بخش بازرگانی، عکس شماره 3 رو ملاحظه بفرمایید، فدوی عرضه کرده است، این آگهی رو پذیرفته و دارد منتشر میکنه. ملازم میفهمید خط هم بنزه کافی خوب هست، خانا هست، تصویر شماره 3 و بزرگوار معلوم داشته است که ساندویچ، فوتوکوپی، بستنی، گل و غیره. در پایین هم نوشته وسایل زایمان. خب این تبلیغ این بزرگوار است و فدوی یک یادداشتی زیر این گذاشته و گفته است که شهر شلوغ است و فدوی هم با اجازه اورانیوم غنی شده رو هم اضافه میکنند، یعنی به وسایل زایمان اورانیوم غنی شده هم اضافه میکنند که در زمان مخبط الاسلام و المسلمین احمد نژاد دام تحریکاتو اون دختره که 13 ساله در آشپزخانه زمین از برم که درست کردن پیازداغ انرژی هسته‌ای هم تولید فرمود. بر روی وسایل زایمان فدوی هم اضافه میکنه یا اضافه کرده است که اورانیوم غنی شده. این هم از این. خب انشاءالله که این محصول که از این طریق عرضه میشود، عرض کنم که فروش خوبی داشته باشد و بالاخره ما را هم از این نمد کلاهی است یا عمامه ایست. خب از این تا شما این عکس رو ملاحظه می فرمایید، بعد یک جوره از این قهوه کور مهمان شما باشم. بله، خب عرضه بدارم که همونطور که اشاره شد، فدوی چون به گوهر بیزنس من نیست، این است که گاه به علت ندانستن فوتوفن بیزینس خلاصه به کاهدان میزند و ضرر هم میکند. حالا تو این هیرو ویر، اگه نمونه بخواید در این مورد، عکس شماره 4 هست.
84 رو عرض کردم که به همت آقای بهبهانی ملاحظه بفرمایید. و خب فدوی آمد و این رو آگهی کرد بدون که توجه بکنه که اخیراً سر این داستان عرض کنم که حافظ قرآن و این ماجراها داستانها بوده است و برادر لبات الاسلام بر مسلمین حاج آقا طوسی طوفانی به پا کرده است در ارتباط با عرض کنم که داستان قرآن خواندن. فدوی احتمالا یادش رفته ولی آگهی رو نمی کرد. پس شما چهار ملاحظه بفرمید. عرض کنم که خیلی خوب فدوی در این قسمت سرمایه گذاری کرده. تبلیغ چنین است. آیا می دانید حافظان کل قرآن کریم بدون داشتن دیپلم می توانند مدرک رسمی لیسانس دریافت نمایند؟ بعد فکر میکنم شما بتوانید بخونید. خب فدوی سرمایه‌گذاری کرده، اون مختصری هم که داشته روی این قضیه بیان که توجه بکنه که در بخش قرآن خوانی هوا پس است و این رو که منتشر کرده حتی یک نفر هم عرض کنم که داوطلب نبوده است که شرکت کند در این کلاس های قرآن از ترس اینکه نکند که استاد برگزیده بیت یعنی همون لواط الاسلام و مسلمین حاج آقا طوسی مدرس این کلاس ها باشد. خلاصه چون اونا ترسیدن فرار را برقرار یا فرار را بر ثبت نام در این کلاس ها ترجیح دادند و فدوی کلی ضرر کرده است. خلاصه این کلاس های ما خالی موند و هزینه هایی که ما کردیم به باد رفت. اینم بیزینس فدوی. بسیار خوب. بخش بعدی بخش چیستان هست یا آزمون. قبل از اینکه بپردازیم به این بخش اجازه من یک دو نکته رو عرض بکنم. یکی دوستان هر از گاه میپرسن راجع به نحوه تماس. سایت چون جامع جمعی ماجراهای ما هست به نظر میاد که کفایت بکنه، ولی شما هم صفحه نخست سایت رو که باز میکنید hazlat.com رو عرض میکنم، اونجا خب جستارهای گوناگون دارد و یک بخشش هم تماس هست. در اونجا اگر اهل نامه نگاری باشید در اونجا می توانید نامه لطف کنید، یا اگر ایمیل بخواهید بکنید در اونجا ایمیل هم هست. این از این. خواهش دیگری هم که داشتیم این بود که دوستانی که در هر ارتباطی به ما محبت میکنند و دستخطی مرحمت میکنند تقاضا این است که با معروف فینگلیسی ننویسند و از فانت فارسی استفاده کنند، برای اینکه بسیار دشوار است واقعا. حالا افزون بر اینکه وقت نیست که آدم یه نصف صفحه را به انگلیسی بخواند دشوارم هست و ما هم که یه چشم و چهار درست حسابی نداریم. فدوی هم همینطور. خب این هم دو نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کرده باشم و بریم به قسمت عرض کنم که چیستان یا آزمون. باز دوستانی که به این مختصر التفات دارند میدانند که در این قسمت فدوی معمولا ما را با یک عرض کنم پرسش مصور درگیر می کند که بگوییم که در مورد این تصویر چه می اندیشیم و این تصویر چه چیزی را بیان یا روایت می کند. نخست بپردازیم به پرسش هفته گذشته که تصویر شماره 5 ما هست. ملاحظه می فرمایید و در این عکس همه بانوان هستند تا اونجا که بنده دارم می بینم. عکس شماره 5 بزرگواران بانوان عزیز، اینها لباس محلی هم دارند و مسلح به الله اکبر که چه هست کنم مسلح به بیل هستند. حالا شاید مسلح به الله اکبر باشند. بر روی فدوی گریبان ما را گرفته بود در هفته گذشته که ما در این مورد چه می اندیشیم در عکس شماره 5. بسیار عرض کنم که بذارید من چک بکنم تا شما عکس رو ملاحظه میکنید. شماره 5 من ببینم پاسخی هم اگر رسیده خدمت شما. بله یه تعدادی هم پاسخ رسیده که خدمت شما عرض میکنم. میکائیل گرامی مرحوم داشته است که ضد انقلاب میگوید منظورش خود شربتی، منظورش بنده نیست، بنده ضد انقلاب نیست. میکنه زنده اقرام میگوید که این خرد خفتگان با داشتن بیل در دست میخواهند نماد
تدفین شهدای کربلا را به نمایش بگذارند. این داستان انتها ندارد. این نظر میکائیل گرامی بود. و دوست دیگری خانم رویا میم، از اسامی رو بهتر نگم، هست کنم در مرغوب داشته است در مناسبات قبیله‌ای وقتی اختلافی بروز می کند مسئله را اینجوری حل می کند. این نظر این دوست گرامی است. و عزیز دیگر مرغوب داشته است که در بعضی دهات یا بین کولی ها رسم بود که مردان در خانه یا چادر می ماندند و برخی لوازم اولیه را تولید می کردند تا زنان بعداً در شهر بفروشند. در این تصویر زنان محصولات را برداشته و دارند سر کار می روند. این هم نظر این بزرگوار. دوستی دیگری مرقوم داشته است که ممکنه گرگی چیزی به ده یا گله زده باشه و زنان مسلح به بیل دارند می روند سر وقتش. این هم نظر این بزرگوار. و دوست دیگری مرقوم داشته است که فکر می کنم تظاهراتی باشد که در اعتراض به بی‌آبی و خشکسالی انجام شده باشه. این هم نظر این بزرگوار. و اما پاسخ صحیح از آن میکائیل گرامی است و این خبر رو خدمت شما عرض میکنم که موضوع این عکس هست که گفته است که مراسم نمادین تشییع شهدای کربلا در قزوین به عنوان بازآفرینی حماسه زنان بنی اسد از واقعه کربلا. اینا چه ارتباطی به مردم ایران داره بنده نمیدانم. این هم از این. خب پس میکائیل از کنم که پاسخ صحیح از آن ایشان بود. خب زیفرم چون همچنان در این جستار هستیم پرسش هفته آینده هم خدمت شما تقدیم بکنیم که در واقع تصویر شماره 6 ما هست. تصویر شماره 6 رو ملاحظه فهمه دو قسمت دارد، البته سر هم هستید، در واقع یک تصویر واحد است و نخست بعد رفته بودم به قول عوام استابای کرده بودم که پرسش هفته آینده را از فدوی بگیرم، ایشون قسمت بارا را نخست داد. من گفتم آقا این خیلی سخته چون بعد بینندگان محترم ضد انقلاب رو نمایندگی میکنم. گفتم این بسیار سخت است، یک راهنمایی چیزی. و ایشون از کنم که قسمت پایین رو به بنده دادن، منم سرهم کردم و آوردم حالا این قسمت پایین چقدر میتواند به شما کمک بکند بنده نمیدانم. هر روی هفته فرصت دارید و از کنم که هفته آینده اگر عمری بود و برنامه ای بنده سر را استاپ بای میکنم به قول عوام و پاسخ درست را از دفتر فدوی میگیرم و میارم خدمت شما تقدیم میکنم. بسیار این قسمت رو هم بی حادثه گذراندیم و از کنم بخشی داریم به اسم پیش در آمد. من مورم این در این بخش فدوی به خبرهایی که مدت زیادی از انتشارشون نمیگذاره فقط اشاره میکنم به اجمال اختصار البته که خب میتواند که بخشی مربوط به درون مرز باشد و بخشی مربوط به برون مرز باشد. خیلی عرض کنم که به اجمال اختصار خب اساس رو برای میگذاریم که دوستان بینندگان محترم ضد انقلاب در جریان بسیاری از این خبرها که اندکی پیش منتشر شده از طریق سایر رسانه ها قرار گرفتند و ما رو از به صراحت توضیح مفصل معاف میکنند. باری این چند روز گذشته سالگرد قطعه‌های زنجیره‌ای بود که داستانش رو همه می‌دانند جز برادران که عرض کردم که نخبگان جامعه رو برادران نشان می‌کردند و به قتل می‌رساندند چه در درون و چه در برون مرز در انظار همه جهان. و فدایی دوستانی هم داشت در این در بین این از کنم قربانیان از جمله قفار حسینی و از کنم محمد مختاری و رضیه بر فدوی بسیار تلخ و گران بود برای اینکه هر دوی بزرگواران زمانی با او بودند و در واقع درخواست کرد از این دو عزیز و در واقع خواهش کرد که
بر نگردند، قفار به ارز کنم که به پاریس و مختاری به ایران، و خواهش کردم. داستان طولانی است البته، چون این برنامه جاش نیست، فقط اشاره کردم. به هر حال به توصیه یا استدعای فدوی این دوستان توجهی نکردند و رفتند و به تیری قیب برادران گرفتار شدند. خب این یه خبر بود که در جریان هستید. و خبر دیگر این بود که یکی از نمایندگان محترم حکومت در مجلس، اونم محمود صادقی، ایشان خبر رسیده است که قرار بوده که دستگیر بشود، برای اینکه آب در از کنم که آب کور البته در خوابگاه مشتگان ریخته است و انگوش گذاشته روی آقای آمولی لاریجانی، یکی از ستم برادران لاریجانی لعنت الله علیه اجمعین هست، و از کنم که موارد مبسوطی که از بیت المال گویا در رگ زده است و ایشان اشاره به او داشته است و اینی که دنبالش هستن، که و حتی ایشون گفته است به خبرگزاری ایرنا که ماموران با حکم جلب قصد بازداشت را داشتند. بله، این هم یه خبر. و خبر دیگر هم این بود که آقای حجت الاسلام منتظری، ایشان هم به خلع لباس و 21 سال زندان. در مورد اون دو قسمت اول که جلب آقای محمود صادقی باشد، عرض کنم که و همین بخش اخیر که محکومیت آقای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری باشد، فدوی اشاره کرده است که حکومت اسلامی درون مرزی، یعنی جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی برون مرزی یعنی داعش، حکومت اسلامی درون مرزی یعنی جمهوری اسلامی که به هر حال پاک نمیشه، عرض کنم که داعش است. بله، فدوی در اینجا به عنوان تحشیه گفته است که حکومت اسلامی درون مرزی تنها چاقویی است در جهان که دسته خودش را میبرد. خب این آقای منتظری و اون آقا نماینده حکومت در مجلس و اینا دسته همین چاقوان، منتها این عرض کنم که این بزرگواران چاقویی هستند که دسته خودشان را هم میبرند. دیگر از خبرهای مهم در گذشته عرض کنم فیدل کاسترو بود، رهبر سابق کوبا، که بازتابهای گوناگونی داشت در رسانه های بین المللی و همچنین رسانه های ایرانی، و به هر روی ایشان از تاریخ سازان مهم معاصر هستند و در این مورد عرض کنم در خود کوبا عرض کنم که 9 روز عزای عمومی و در الجزایر 8 روز عزای عمومی اعلام شد. بله، با این بزرگوار البته دیدارهایی هم با حضرات مستقر در ایران سابق داشتن، دانندگان احمدی نژاد و خاتمی و خامنه ای و اینها، و عکس و تفصیلات این ماجرا هم البته در اینترنت در دسترس هست برای علاقمندان. ما فقط یکی از عکس ها رو که عکس یادگاری با یادگار امام هست، عکس شماره 7، بله، در اون زمان فیدل کاسترو سرحال و سرپا بوده است. بله، این عکس یادگاریه با یادگار امام لام، در پرانتز لام. بله، این هم از تو سعی پرانتز باز میگه، میگه آقا اینا همریش هم نکته توجه نکنم، ولی راست میگه سعی هر دو بزرگواران عرض کنم که بله ریش دارن، منتها ریش سمت چپ البته از نوع مذهبی نیست، و به هر حال به ظاهر ضد امپریالیستی بودن برادرانشون احتمالا توجه داشته، که خود چون صدای دول از دور شنیدن خوش است، چون اون جست ضد امپریالیستی که میگیرن میدانید که واقعی نیست و هیچ ارتباطی به اصل ماجرا ندارد و ریشه مذهبی دارد. باری قرار شد فدوی کار جدی دخالت نکنه. خب عکس یادگاری با یادگار امام رو ساعت در عکس شماره 7 ملاحظه فرمودید. چه چیزایی رو آقای بهبانی میبینه که بنده نمیبینم، عجیب ها، و اینکه اول من اینا رو میبینم، بعد میگه که سعید میگه که اون دوتا چشم میگه از اون پشت داره سرک میکشه، اونا خیلی جالب بود. درسته همینطور. حالا احتمالاً
شاید خواسته اینجوری بکنه، خب یادش رفته سعید جان ها، ممکن اینجوری بوده. به هر روی سالها از این مقدمه گذشته است. بله، دیگر از خبرهای برونمرزی، و اگر برادران بگذارن ترونمرزی که نمیگذارن، خیلی از مشخص است، عرض کنم که اعتراض به خشونت علیه زنان هست که تظاهراتی بوده است که در جاهای مختلف و برخی بسیار جالبند و توی گروه خونی ما هم هستند. برای نمونه نگاه کنید به عکس شماره 8. بعد شماره 8 اگر نگاه بکنید ملاحظه می‌فهمید این همه اینا آقایون هستند و اینجا تورنتوست. عرض کنم که اینها آقایون در اعتراض به خشونت علیه زنان همگی، عرض کنم که کفش پاشه بلند. سعید خیلی چیز قشنگی گفت، طنز جالب، میگه که خشونت بر علیه خودشون اینا انجام دادن، برای اینکه چون باور کن سعید، من میخواستم به این قضیه اشاره بکنم، مثلا نه به این زیبایی که تو اشاره کردی، که بگم که بابا من سال هاست که یکی از آرزوم این است که بتوانم کفش پاشنه بلند رو امتحان کنم فقط و زمین نخورم، اصلا تا حالا نشده. حالا سعید برای این اساس داره میگه که بابا اینا اعمال خشونت بر علیه خودشون کردن، چون سخت پاشنه بلند را رفتن. راست میگه. عکس شماره 8 دارید ملاحظه میفرمایید، حالا چطور اینا زمین نمیخورن؟ تمرین کردن شاید، نمیدونم، چون این یکی از آرزوی بنده بود که کی میتوانم این کار انجام بدم، هنوز موفق نشدن. عرض کنم عکس بعدی هم شماره 9 هم باز آقایون هستن، البته خب ساق پاها زیبا البته نیست، ببخشین دوستان بینندگان محترم ضد انقلاب، ولی ملاحظه میفرمایید که باز کفش پاشت بلند پاشون هست و تصویر از پشت هست. بله، انواع اقسام مدل پاشت بلند هست در عکس شماره 9. عرض کنم آب کور رو اجازه فرمنده یک امتحانی بکنم. خب عکس شماره 9 رو هم ملاحظه فرمودید که این برادران کفش پاشنه بلند پوشیدند و در اعتراض به خشونت علیه زنان یا به قول سعید بهبانی اعمال خشونت بر علیه خودشان، چون کار دشواری است با پاشنه بلند راه رفتن. و اون نکته که در اینجا هست فدوی اشاره کرده است آن است که از اونجا که برادران ما با هر چه که به زن مربوط می شود مشکل دارند، دیگه میدونید دیگه زن گفتن ندارد که ما اینو باز بکنیم. خب چون چنین است با کفش پاشنه بلند هم اینا مشکل دارن. خب ببینید مشکل برادران چیست با کفش پاشنه بلند. ببینید عکس شماره 10 رو ملاحظه بفرمایید، این محصول برادرانه در اعتراض به کفش پاشنه بلند. در آن سوی جهان مردان عرض کنم که به زحمت این کفش رو در اعتراض به خشونت علیه زنان استفاده میکنن، در این سوی جهان، در عرض کنم که جهان ما که جهان سوم که نیستیم، نمیدونم جهان هشتم مقام که هم چیزایی هستیم، در اونجا این عکس شماره 10 رو که کفش پاشنه بلند هست به این شکل سمت چپ نوشته است فمینیسم به فارسی و انگلیسی هم تو فمینیزم، و عرض کنم که این بری سمت راست عرض کنم که گام های شیطانی، یعنی یعنی هر زنی که بانویی که از این کفش ها ببوشد این گام های شیطانی برداشته است. این هم نظر برادران مخبت ما در این مورد. بله، و اما این داستان خشونت به اصطلاح برخورد با خشونت علیه زنان صاحب پیشینه هم هست. پیش از اینها فدوی طنزش رو هم نوشته بود و الان فقط تصویرش رو خدمت شما گزارش میکند که با عنوان سابقه که بدانید که پیش از این هم اعتراض هایی بوده است. عکس شماره 11 رو اگر که
عنایت بکنید، ملاحظه بفرمایید. این جوان یک جوان عرض کنم که اهل ترکیه هست و عرض کنم که در اعتراض به این داستان دامن پوشید، دامن کوتاه پوشیده و داره در خیابان میرقصد، یا به قول برادران ما حرکات موزون انجام میده. برادران حتی اسم رقص هم مکروه هست، نمیارن، میگن حرکات موزون. اصلا حالشون بسیار بسیار بده. برای این جوان در اعتراض به این قضیه، برای اینکه گفته بودن که چون زنان دامن کوتاه میپوشند موجبات تجاوز به خود را فراهم میکنند، از این مهملاتی که برادران یا مؤمنین در همه جا میگویند فرقی نمیکنه، در تمام کشورهای اسلام زده. از که این جوان تو ملاحظه میفرمایید که با دامن کوتاه میرقصد، این به ما سابقه عرض کردن پیش از اینها، و اخیرا هم در عکس شماره 12 اگه ملاحظه کنید، این تظاهرات همین اخیر هست، همین چند روز گذشته باز هم در ترکیه، که این قانون از کنم بی ربطی رو برادران در ترکیه تلاش داشتن با پاشنکش اسلامی جا بیندازن، که تجاوز به کودکان از کنم که صغیر، کودکان با سن کم هیچ عرض کنم که جریمه ای ندارد، عواقبی ندارد، در صورتی که متجاوز او رو به زنی بگیرد و این مثلا مهمل است، دفع فاسد به افسد است به قول معروف. خب این بانوان به این قضیه اعتراض داشتن و به حال کوشیدن زنان دلیر ترکیه و دولت عرض کنم که روانی خودشون رو اینا بادار به عقب نشینی کردن و اون قانون بی ربط رو به هر حال نگذاشتن که تصویب بشه. و باز هم در همین اتاد باز از زنان بسیار آگاه ترکیه امور سابقه عرض میکنم، پیش از این فدری تنزش رو نوشته بوده است و فقط تصویر رو برام ملازم فهمید. در تصویر شماره 13 عرض کنم باز یک بانوی اهل ترکیه هست که در مجلس اون کشور یک پلاکاردی رو به پشت خودش نصب کرده است، به راحتی میشود دید، و گفته است که ترکیه اونجا به زبان ترکی در پایان در انتهای پوستر نوشته شده است که ترکیه ایران نخواهد شد. ببینید ما چه روزگاری افتادیم که شدیم عبرت خلق و کسی حاضر نیست که ایران بشود. بله، دو تا تصویر هست در این عکس، در این پلاکار که این زن گرامی به خودش آمیخته است، یکی قسمت بالا که ایران 1960 که دارید ملاحظه می‌فرمایید که بانوان با پوشش آزاد و دلخواه در جایی حضور دارند، و قسمت پایین عکس 2013 ایران رو نشان می‌دهد که نگاه یه پنگوئن را افتادن دارن میرن جایی. و اینا همون زنان ایرانی هستن که در سال 1960 این بانو به قول برادران رصد کرده است و گفته که ما حاضر نیستیم که به یه همچین بلایی گرفتار بشیم. بسیار خوب، باز در راستای مخالفت یا عرض کنم که برخورد با خشونت علیه زنان، بانوی عزیز افغان هم پیش از این که باز طنزش رو فنوی نوشت و منتشر کرد، ایشان یه فکر بسیار بسیار بکری انجام داده بود در عکس شماره 14 اگر ملاحظه بفرمایید. در شماره 14 این بانوی عزیز جوان و افغان در اعتراض به این که ایشون البته معتقد بوده است یا ابراز کرده است که در خیابان‌های افغانستان و ایران به هر حال بهشون اهانت شده است یا تعرض شده است، اینها در اعتراض به این نگاه، به این نوع نگاه، ایشون یک چیزی تهیه کرده خودش، این مثل زره، می‌بینید مثل آهنی است. از کنم که پوشیده است این زره آهنی را و در خیابان را افتاده است. برادران رو نگاه کنید که چه حظی میبرند حتی از روی آهن. من عکس شماره 14 ملاحظه میفهمید بانوی عزیز دیگه خسته شده و چنین
به قول آلمانی آکسیژن گذاشته. و همین بانو رو شما ملاحظه خواهید فرمود در تصویر بعدی که شماره 15 هست، که از زاویه های دیگه این بانو را نشان می دهد که با همون عرض کنم که زرهی که خود ساخته است در همون خیابان ها مشغول پیاده روی است و برادران هم البته حیرت زده نگاه می کنند به عکس شماره 15. اصلا در جهت اینکه واقعیت داره این ماجرای خشونت در زنان، خب شما در گزارشات گوناگون ملاحظه فرمودید و وزارت امور زنان افغانستان هم در بیانیه اعلام کرده که زنان این کشور دو برابر زنان در جهان خشونت فیزیکی و جنسی را تجربه می کنند. این خبری بوده است و در همین بیانیه از وزارت امور زنان افغانستان عرض کنم که گفته است که در جهان از هر سه زن یکی عرض کنم که خشونت های فیزیکی یا جنسی در زندگیش را تجربه می کند، یعنی تنها 33%. اما در افغانستان این آمار به 87% می رسد. و در ایران هم که آشنا هستیم ما که برادران حضرت آیات اسلام و حجت اسلام لعنت الله علیهم اجمعین عرض کنم که به طور شبان روزی به شکنجه زنان مشغولند به طرق گوناگون از اوایل انقلاب دوستان بیاد دارند تا اکنون. اسید پاشیدن، تیغ به صورت اینا کشیدن و بسیار حرکات دیگر که آمران و آمنان اینجور حرکات با اینکه بسیار دم دستن، اما تا انقلاب مهدی عج پیدا نخواهند شد. نگاه بکنید به عکس شماره 16 که یکی از بانوان عزیز ایرانی ملاحظه می فرمایید که عرض کنم که از ترس برادران اسید پاش این کلاهی که تو موتور سواری و ورزش و این حرفا سرشون میزنن گذاشته است که اگر برادران اسید پاشیدن حداقل عرض کنم که به صورتش در امان باشه. حالا بنده نگران این کیف هم شدم چون داستان کیف زنی هم یک شغل بسیار پردرآمدی است در ایران و برای طرف اصلا فرقی نمی کنه که وقتی این کیف را از دست این زن می قابد با موتور، این زن اگر زمین بخورد از خورم کنزی مغزی بشود و یا هر مورد دیگری اصلا و عبادا اهمیتی برایش ندارد. قرار زدن اون کیف است و از خورم که مصادره محتویاتش. این هم از ترس برادران اسید پاش. خب شما از خورم اعتراض به اعمال خشونت بر زنان رو در جهان لحظاتی تصاویر رو ملاحظه فهمونید. حالا بیاییم برمیم به وطن سابق و ببینیم که موافقان خشونت علیه زنان چیکار میکنن. بله اینا موافقان خشونت علیه زنان هستن. عکس شما 17 رو ببینید. راه افتادن خب گفتن ندارد، همه میدانند که این تظاهرات به هر حال دولتی است و باز به جان زنان و دختران ایران بیفتند که خلاص حجاب را رعایت کن. حالا اون چند صد میلیارد در اونجا و نمیدونم چند صد هزار دلار در فلانجا اینا اصلا هیچ اهمیتی ندارد. به قول حضرت آقا زب کشش ندین، ولی این داستان حجاب را کش بدهید و بعد این زنان رو عرض کنم که آزاد بدهید تا سر به بیابان بگذارد. دارید ملازم فهمید و طرفه این که اینا خودشون هم عرض کنم که ظاهرن زن هستن. امنیت اخلاقی جامعه در گروه حجاب است. مهمل می فرماید. بعد یا گفته است که حجاب نه یک لباس و نه یک جامعه بلکه یک سلاح برند است. از اتحالی هم مهمل می فرماید. و عکس شماره 18 رو ملازم فهمید که این عرض کنم که زهرا خانم در این تاریخ زهرا خانم همچنان هستند. ملاحظه می‌فرمایید؟ بله مثلا زن ایشون و اینا همه از دیدگاه فدوی نوعی خشونت علیه زنان هست. اگر نگاه کنید عکس شماره 18 رو ملاحظه خواهید فرمود که اینجا در عکس پایینی برادران به کمک خواهران آمدن عرض کنم که به داد حجاب برسید ولی به داد مردم نرسید که
بی آب و غذا ماندند و عرض کنم که زیر همه جور ستم. به داد اونها نرسید، به داد حجاب برسید. بله، این فرمایش من البته مهمل است. برای این تظاهرات دولتی در ادامه اعمال زور و خشونت به زنان، اینها عرض کنم که همشون اینا که مناظر فرمودی با یک واسطه نسبشون به آل ساندیس رضوان الله علیهم اجمعین میرسد و اینا در آستین دشتاشه هستند و این تلویزیون بربران بیرون میارند. خب اگر که میخواهید با شکل‌های دیگری از اعمال خشونت علیه زنان آشنا بشید از منظر فدوی، البته این استفتاهای ابلهانه است که یعنی از هر دو طرف، یعنی هم پرسشگر از بلاهت کافی برخورداره و هم پاسخ دهنده از بلاهت کافی. معمولا اینا میان این ماموت‌های گرامی رو از خواب قیلوله بیدار میکنن و یه سوال مهمل و بی ربطی رو مطرح میکنن و اون ماموت هم به جایی که بگه آقا این چه مهملی است، خب این مهمل رو با مهمل دیگری پاسخ میدهد. و فدوی اینها رو در مقوله اعمال خشونت علیه زنان ارزیابی میکنه. خب نمونه چند تا ببینیم. از عرض کنم که اینجا فدوی نوشته شما را به خدا دندان اگر هنوز دارید، روی جگر اگر هنوز نفروخته اید، گذاشته و به مهملات داهیانه ای که از هر دو طرف در پی می آید توجه بکنید. این همون است که من در عرض کردم. خب مخبتی رفته پرسیده از آقای مقام معظم رهبری زپ، یعنی ظرفه لاپروستاته، که کاشت ناخن مصنوعی برای بانوان چه حکمی دارد؟ به شما چه؟ دو، اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد برای وضوع و غسلت چه باید بکند؟ پاسخ داده از ایشان تمام امور جهان را یک گوشه ای گذاشته است و این مهمل را با مهمل دیگری پاسخ داده است. کاش ناخن فی نفس اشکال ندارد و با فرض صدق زینت باید از نامحرم پوشیده شود. یعنی اون بانو زحمت فراوان بکشد و این به هر حال اون ناخن رو درست بکند، زیبا بکند و بعد خب با دستکش بپوشید دیگه، چون فرموده است که باید از نامحرم پوشانده شود. عرض کنم که و در صورت کاشت ناخن برای وضوع و غسل باید مانع ولو با صرف هزینه ممکن برطرف کرده و چنانچه امکان برطرف کردن اون نیست فلان ادامه داره. همینطوری بایستی با عرض کنم که دست مرطوب مانع را مسح کند. آقای مکارم شیرازی آخوند دولتی دیگر ازش پرسیدن بفرمایید، لطفا بفرمایید کاش ناخن توسط بانوان چه حکمی دارد، آیا میتوان با این نوع ناخن وضو گرفت و غسل کرد و نماز خواند؟ آقا کسی نخواد همه این کار رو انجام بده، تکلیف چی آقا؟ ایشون فرموده است که کاش ناخن مانع رسیدن آب به عضو میشود و وضو و غسل اون و غسل با اون باطل است، تکلیف را معلوم کرده. بنابراین بانوان گرامی که بیش از 70% از جمعیت ایران هستند می توانند که از کنم نماز نخونند چون وقت باطل هست به هر حال با لاک. آقای صافی گلپایگانی گشتن کاشتن ناخون برای زنان چوک می دارد، چون گفته که کاشتن ناخون به صورتی که برای وضوع و غسل نتوانند اون را بردارند اشکال دارد. دیگر آقای سیستانی از عراق در اونجا گفته است که جواب داده است که غسل و وضوع با چنان چیزی که مانع از وصول آب می شود صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوع صحیح زایل و پاک کرد و قصد آرایش مجوز چنان کاری نمی شود. و آقای بهجت هم، آیت الله بهجت هم گفته است که شخصی که اصلا ناخن ندارد و میخواهد ناخن مصنوعی بکارد، ما ناخن جزء بدن او نمیشود. تو دیدی؟ چون رشد نمو ندارد و از اول این کاشتن جایز نیست چون اضطرار ندارد. بله، بهروی فدوی همینطور انگشت به ماتحت مانده است که برادر خبرنگار که از خبرنگار اون عرض کنم که رسانی وابسته بازتاب هست،
که برادر خبرنگار چرا به عقل گردش نرسید که به جای تصدیع ماموت‌های مذکور و دریافت مهملات ایشان برود از خود بانوان بپرسد که صاحب اصلی ناخونند. این هم خود یه کاری داشت و بره از خود خانمان بپرسند که ناخون مال اوناست. بله تو خود حدیث مفصل بخوان از این مهمل. خب ما اندک دیگری وقت داریم ولی کلی مطلب داریم که فکر میکنم بنده باید صرف نظر بکنم یا اینکه انتخاب بکنم. ارز کنم که برای استفای دیگه هم هست که حالا من بذارید این به ترتیب که اومدیم عکس شماره 19 رو هم ببینیم که عکس ها تمام شده باشه دیگه به هفته بعد نیفته. ارز کنم مطلب اینجا هست در خانه اگر کسی هست یک حرف پس از اون زبان مثلا معروف زبان زده معروف ارز کنم که فدایی گفته هست در این قسمت که از زمان تسلط برادران بر مقدرات وطن سابق همواره اساس را بر این گذاشته که ایشان به حمد الله و المنه استعداد لازم را برای مدیریت بحران فزاینده دارا هستند، چرا که در غیر این صورت نمی توانستند که در این چند دهه از دست ملت به سطوح آمده جان سالم بدن ببرند. لکن اخیرا ملاحظه می کند که برادران پنداری در این راستا چندان هم موفق نبودند و آسیب های فراوانی را نیز در این ارتباط نوش جان کردند که شرح آن در جراید شریفه دار خرافه پیش از این آمده و فدوی نیز اندلزوم به آنها پرداخته است. با این همه بررسی برخی از گزارشات نشان میدهد که برادران هنوز باورشان نشده است که درب اسلامی همچنان بر آن پاشنه نمیچرخد و توپ تانک که سهل است پاشنکش اسلامی نیز دیگر اثر ندارد که هیچ حتی کار هم دستشان میدهد. از جمله امر معروف و نهی از منکر که عواقب اون پاچه دشتاچه خودشان را گرفته است. در همین ارتباط از جراید شریفه دار الخلافه بشنوید که آمده است ضرب و شتم سه روحانی ناهی از منکر. این خبر بود که بله اما با وجود برانگیخته شدن افکار عمومی در این زمینه گویا هنوز پرونده ضرب و شتم ناهی از منکر بسته نشده است. و مورد دیگه بوده است که در باز جرد شریفه دار خرافه آمده که در آخرین مورد روز پنجشنبه در محله امامزاده سید حسن تهران جمعی از اوباش با فحاشی یک روحانی ناهی از منکر را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پس از وارد کردن خسارت به خود رو او از محل گریختند. برای ایشون هم در احوال بدون تردید در احوال شخصی اون جوانان دخالت کرده و البته خب اونها تنبیه کرده هم. ایشان گفته است که از بی‌احتیاطی‌هاش تعریف کرده. حجاج اسلام عباس روزمه یا روزمه ادامه داده که یک موتور سوار با شدت به ماشین بنده زد. به راکب این موتور که مشغول کشیدن سیگار بود گفتم که از خسارتی که به ماشین من زدی میگذرم، فقط شما حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دار و سیگارت را خاموش کن. که بعد 5-6 نفری اینجا گفته که به سر من ریختن و من اگر به اصطلاح ورزشکار نبودم پیش از اینها حتما صدمات بیشتری رو باید تحمل میکردم. و در ادامه خبر گفته است که آقایان سران فتنه آبرو و حیثیت روحانیت را زیر سوال بردن. حالا وزیر وصف کرد به ماجرای فتنه. اما الان شاهدیم که به راحتی به روحانیت توهین میکنند. خب علت رو در خود حضرات جستجو بفرمایید. و شأن او را پایین میآورند. در این سابقه بیش از 30 سال انقلاب چه زمانی سابقه داشته که یک روحانی را جایگیر بیاندازند و او را دوره کند؟ بله و در ادامه گفته است که همه عکس شماره 19 مربوط به این داستان است که دارید ملاحظه می‌فرمایید. عرض کنم که و در پایان گفته است که همه این ضرب و شتم‌ها یک طرف اما فحش‌هایی که به مقدسات انقلاب و نظام می‌دادند یک طرف. واقعا توهین‌های این افراد غیر قابل تحمل بود. ملاحظه فرمایید که شما مردم رو به کجا رساندید. فدایی در این رابطه چه دارد بگوید؟ برادر حجت الاسلام جز این نکته که ضمن اینکه خود کرده را تدبیر نیست از من باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است.
و عرض کنم که عکس دیگری داریم، عکس شماره 20 و آخرین عکس ماست، که این رو هم عرض بکنم و دیگه رفع زحمت بکنم بگذاریم برای وقت دیگری. عرض کنم باز این استفتای استراری عنوان این مطلب هست که فدوی در خبرهایی که داشته رسیدگی میکرده به این خبر هم رسیده که ده‌ها زن یمنی، ببینید که به کجا میرسن این زنان، ده‌ها زن یمنی که فرزندانشان در زندان‌های شبه نظامیان حوثی، می‌دونید که این شبه نظامیان حوثی عامل مقام معظم رهبری هستند در یمن، با اینکه مرز مشترکی با ایران سابق ندارد ولی ایشان بخشی از دارایی‌های مردم رو در اونجا دود می‌فرمایند، بخشی هم در لبنان، بخشی هم در سوریه، برای همین است که مردم همیشه محتاجند. باری ده ها زن یمنی که فرزندانشان در زندان های شبه نظامیان حوثی به اسارت گرفته شده اند برای نشان دادن اعتراض خود اقدام به آتش زدن گیسوان خود کردند. نگاه بکنید به عکس شماره 20 که این بانوان به کجا باید رسیده باشند که موی خوش باز نمیشه، به ما میگن عکس باز نمیشه، نمیدونم اشکالی داره، به هر حال بنده عکس دارم، متاسفانه شما نمیتوانید ببینید، ولی این موهایی است که آتش گرفته در اعتراض به نشونم که این عملیات محرقول برادران حوثی که وصلند به برادران خود ما در ایران سابق. خب عرض کنم برنامه رو بعد در اینجا میبندم برای اینکه پرداختن مسائل دیگر قضیه را کش خواهد داد و سپاس مجددی دارم از آقای کامران، محسن کامرانی فر، که اظهار لطف کردن و اون نامه مهرآمیز رو نوشتن و ایشان پیش از این هم اسپانسر بخشی از برنامه بودن که ازشون سپاسگزاری کردیم و میکنیم. امیدواریم دوستان دیگر هم پشتیبانی از تلویزیون میهن و برنامه های گوناگون و متنوع اون از جمله از طعم تلخ طنز رو هم جزء برنامه ها بگذارید و از کنم که حمایت بفرمایید و در یوتیوب هم اگر صلاح دیدید لایک بفرمایید که هزینه ندارد. و با این دو بیتی که از آثار کلاسیک فدوی در گذشته هست، عرض کنم که به درخواست این بیننده عزیز که گفته است یا خواسته است از ما که این دعا رو که خطاب به عملی بیت هست تا حصول به نتیجه قایی بخوانیم، که گفت دعا کردم زارامش بیفتی و عجز و لابه و خواهش بیفتی به جرم اذیت مردم الهی به دست دولت داعش بیفتی. تشکر میکنم از دوستانی که تا این لحظه با ما بودند، از سید بهبانی گرامی سپاسگزارم که با شیفی با این مختصر رو به سمت و سوی شما روانه فرمود. برای همگان در هر جا که هستند بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درود دیگر، بدرود.